موکب های مستقر در عراق با صدور بیانیه رسمی خواستار برپایی تحصن و تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف عراق برای بازسازی حرم متحر تخریب شده ائمه علیه السلام در بقی به عنوان میراث دینی و اسلامی شدند در بخشی از این بیانیه آمده به نام موکبا و هیئت‌های ازاداری از مردم عراق به ویژه محبان اهل بیت علیهم السلام در هر جای که باشند که همیشه برای یاری اهل بیت علیهم السلام پیش قدم هستند میخواهیم در تحسن مسالمت آمیز و تجمع اعتراضی برای درخواست بازسازی حرم بقی مشارکت کنند و تلاش جدی برای بازسازی آن به با عنوان میراث دینی و اسلامی که در قوانین اساسی و بین‌المللی تضمین شده است انجام دهند در این بیانیه همچنین آمده هرگز قبور بزرگان هرگز قبور بزرگان ویران باقی نمی ماند هر کسی شعار الهی را گرامی و بزرگ بدارد نشان از تقوای دل هاست همزمان با این فراخان و در هفته بزرگ داشته تخریب حرم بقی فعالان و کاربران شبکه های اجتماعی نیز در عراق کمپینی با هشتک بنا بقی مطلبونا درخواست ما ساخت بقی است راه کردند که مورد استقبال چشم قرار گرفت و بسیاری از عراقی ها با انتشار عکس و ویدیو حمایت خود را از این کمپین اعلام کردند و هشتک بنا بقی مطلبونا به سرعت در شبکه های مختلف اجتماعی وایرال شد جوانان قیور عراقی بر پای این کمپین را متبلور کردن های حقوقی و آزادی های دینی بیان کردند علی مهدی از فعالان اجتماعی در توییتی نوشت: ائمه بقی مدافع حق و آزادی و انسانیت هستند. تخریب قبور آنها ظلم است و برخلاف آن چیزی که به آن دعوت کردند. حسن فوزی از فعالان اجتماعی نیز در توییت خود از یونسکو خواست تا در ساخت حرم بقی کمک و مشارکت کند. او نوشت: ما از شما به عنوان یک سازمان که به میراث جهانی توجه دارد، و از میراث ملت ها و ادیان دفاع می کند می بدون در نظر گرفتن نژاد و قومیت در ساخت حرم بقی نقش مؤثر و مشارکت ویژه داشته باشید از دیگر فعالیت های شیعیان قیور عراقی با هدف درخواست بازسازی حرم ائمه بقی علیه السلام برگزاری تجمع های اعتراضی در شهرهای مختلف است از تجمع اعتراضی مقابل سفارت سعودی در بغداد تا تجمع در مرز عراق و عربستان هر سال همزمان با هشتم شوال روز جهانی بقی صدها نفر از شیعیان عراق با در دست داشتن پلاکارت ها و نوشته هایی که درخواست بازسازی حرم بقی را منعکس می کند در آخرین نقطه مرزی میان عراق و عربستان تجمع اعتراضی برگزار می کنند لازم به ذکر است که این تجمع اعتراضی به همت روابط عمومی دفتر آیت الله لزما سید صادق حسین شیرازی زله در کربلا انجام می شود.